پایه عملکردی این فلزیاب هایی که فانکشنن، آنتنی هن، با موبایل کار میکنن، آنتنی هایی هستن که ادیترش خود ندارن، اینها همه ساختارن، بهشون میگن رادارهای مغناطیسی. ببینید، رادار حتما نباید یک سیستم ارسال و دریافت درست طبق قانون رادار داشته باشه، چون اونا رادارهای پیشرفته تفکیک دارن که ادیترش خود دارن. شما رادارهایی هم میتونید بسازید که مغناطیسی باشن، بنابر جریان میدانهای مغناطیسی کار کنن. حتی تصویری هاشون هم میتونه به این صورت باشه، تصویری هایی که ادیتور شد ندارن، حتی مگنومترها که زیر سطحی هن، یونیاب ها که زیر سطحی هن، تمام اینا رو شما میتونید بیارید، حتی این مدل آنتنی که با موبایل بذارید تو دسته رادارا، ولی رادارهای مغناطیسی نه فرکانسی. حالا چرا بهشون میگیم رادارهای مغناطیسی؟ چون اینها جریانات میدانهای مغناطیس بسیار قوی رو از طریق ولتاژ، از طریق منفی مثبت باتری تو سر جستجوگرشون، کوئلشون، لوپشون، همه چیشون ایجاد میکنه. شما حتی اگه یه فلزیاب پالسی وی ال اف تی ار رو تصویریش بکنید، یه مدار مبدل تصویری روش بذارید، اینو میتونید به عنوان یک رادار مغناطیسی ارائه کنید، ولی رادار فرکانسی نیست، تو دسته فرکانسی ها قرار نمیگیره. پس در مجموع همون کاری رو میکنه که تو تشخیص مغناطیس ها انجام میده، فلز آهنی از غیر آهنی، چیزی به عنوان تفکیک، جداسازی یا ایجاد کننده سیستم برای تشخیص نوع اهداف در لایه های گوناگون یا سطح زمین وجود نداره تو رادارهای مغناطیسی، ولی تو رادارهای فرکانسی، چه آنتنش، چه تصویریش و چه لیزری، شما میتونید نوع هدف رو بدید، تو برنامه هاتون تغییرات بدید و بیاین از این تغییرات بهره ببرید و نوع هدف رو تعیین بکنید و تشخیص بدید. ولی حتی اونهایی که رادارهای مغناطیسی هستن، مثل فانکشن جنراتورها یا تو دامنه اینها یا حتی گفتیم مگنومترها یا یونیابها، اینها رو میتونه تو دامنه سیستم های راداری بذارید، ولی اونها تو دسته میره مغناطیسی ها یا یونی ها، نمیان تو دسته رادارهای فرکانسی که قابلیت تفکیک، تنظیم، جداسازی و تشخیص اهداف رو داره. یعنی شبیه رادارهای هوایی نیستن رادارهای مغناطیسی. پس آنتنیا، مگنومترها، حتی هر سیستمی رو میتونید با سیستم مغناطیسی یا شرایط مغناطیسی بسازید که با یک سری اصول عملیاتی تشخیصی کار کنه که بگیم این یه راداره، ولی رادار مغناطیسیه، رادار فرکانسی نیست، چون میشه غز قطعات رو تو ساختار رادارها به وجود آورد یا ساخت که اینها توی ترکیب مغناطیس باشن. کلن اصلا همه یابنده ها زیر مجموعه رادارهای زمینی دستی هستند.